8 سال بعد از آغاز جنگ، سوریه هنوز در حالت بی‌ثباتی قرار دارد. حضور قوی نظامی روسیه و گروه حزب الله که از جانب ایران حمایت می شود، در باقی ماندن بشارالاسد در قدرت کمک کرده است. مفسرین می گویند تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خروج عساکر آمریکا از سوریه آغاز سناریوی دیگر است. چگونگی رسیدگی به مشکلات کردهای سوری یک موضوع بسیار مهم است. برای روسیه و ایران ترجیحاً کار خوب است تا کردهای سوری را با حکومت متحد سازند. ترکیه می خواهد با استفاده قوا بر آنها فشار وارد کند. روسیه، ایران و ترکیه خواهان یافتن یک راه حل مشترک هستند. ما همچنان چگونگی تأثیر نیت ایالات متحده مبنی بر خروج عساکر آن کشور از سوریه را مورد بحث قرار دادیم. اگر این اقدام عملی گردد، یک قدم مثبت خواهد بود. آنچه جدا مهم است جلوگیری از خلای قدرت پس از خروج عساکر ایالات متحده می باشد. در نشست سوچی، با وجودی که ایالات متحده حضور ندارد، اما اینکه اقدام بعدی ایالات متحده چه خواهد بود، موضوع مورد بحث در نشست می باشد. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.